دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید ارز ادب و احترام دارم خدمت تمامی بینندگان و شنوندگان میهن تیوی در سراسر دنیا مجددا این هفته در خدمت شما هستیم من امروز رو با توجه به سوالات بسیار زیادی که برای ما از هفته گذشته ارسال شده به مباحث کاربردی اقتصاد ایران اختصاص میدم که فعالان اقتصادی و خانوارها با توجه به افزایش قیمت دلار و کالاهایی که داره اتفاق میفته چه سرمایه گذاری با های خودشون انجام بدن و چه بکنند که کمترین آسیب رو ببینند و حداقل بتوانند که اندکی درآمد هم برای خودشون تولید بکنند اتفاق بسیار بزرگی که در هفته گذشته افتاد افزایش قیمت دلار به بالای سقف سی هزار تومن بود این اتفاق ناشی از چند دلیلش هست چند دلیل بسیار بسیار بزرگ هست که من برای دوستان توضیح بدم و یک نتیجه گیری رو در نهایت برای دوستان داشته باشم ببینید دوستان قیمت دلار از پنج شنبه قبل که صحبت ها میشد بسیار بازار مردد بود مبنی بر اینکه تعدادی میخواستند خرید بکنند اما کماکان منتظر بودند تا ببینند نتیجه این مذاکرات حداقل در جلسه اول چه اتفاقی میفته با اینکه همگان پیش بینی میکردند که اتفاق خاصی در دستور کار نیست اما آثار منفی خودش رو نشون داد و به سی هزار تومن رسید این دلار ۳ هزار تومنی ناشی از این مذاکرات کشدار و دامنهداری خواهد بود که در این خصوص خواهیم داشت مذاکرات از این جهت بیشتر کشدار خواهد بود که یک مروری ما قبل بکنیم از اتفاقاتی که در صحنه اقتصاد ایران افتاد بعد از اینکه دولت دونالد ترامپ از برجام خارج شد و دولت بایدن هم عملا این امر رو ادامه داد عملا ما شاهد هیچ اتفاق خاصی نیستیم این امر مذاکرات فعلی رو سختتر کرده یعنی تیم مذاکره کننده هسته ای الان به شدت نگران هست و از این جهت میترسه که اگر بخواهیم نگاه بکنیم تقریبا هم درست است که مجددا توافقی که انجام میشه در پیچ و خم اداری سیاسی در دموکراسی امریکا برباد نره یعنی این امر ما باید کماکان مدنظر نظر قرار بدیم و خیلی به آینده به این سادگی خوشبین نباشیم چون قضیه خیلی پیچیده تر از این حرفها هست که روش حداقل رسانه ای میشه مسئله بعدی مسئله کسر بودجه دولت هست ببینید دولت الان مینیمم 300 هزار میلیارد تومن کسری بودجه داره که این کسری بودجه را از بورس نمیتونه فعلا تامین بکنه چون در اونجا اختلاف هست من در اون قسمت توضیح میدم در خصوص فروش اوراق دولتی کماکان دولت خدمت شما عرض بکنم که خودش مردد هست در زمینه فروش اوراق و مردم هم خیلی تمایل ندارن و نهادها تمایل ندارن که فروش اوراق دولتی رو که دولت میفروشه رو خریداری بکنن این هم این اتفاق هست در خصوص بحث نفت کماکان این یک میلیون یک میلیون و ست هزار بشک نفتی که تولید می شود و فروخته می شود. به همراه صادرات محصولات پتروشیمی و میانات گازی که داریم میره و پولش هم به سختی وارد کشور میشه برای سال آینده وضعیت بدتر هست یعنی اینکه دولت در آن چیزی که در خصوص بودجه مجلس براش پیش بینی کرده چیزی در حدود 2 میلیون و 100 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار بشکه هست برای سال آینده با میانگین بشکه 55 دلار که این یک عدد بسیار بسیار تخیلی در بهترین حالت و حتی اگر تحریم ها هم شکست بشه میزان فروش 2 میلیون و 200 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار 500 هزار بشکه برای ما بسیار سخته و این یک عدد تخیلیه یعنی کماکان مشکلات کسری بودجه در سال آینده ادامه دار خواهد بود این امر را هم در کنار رکود اقتصاد کشور اگر بخواهیم قرار بدیم دقیقا متوجه میشیم یه شاخصی جدیدن در اقتصاد ایران معرفی شده که این میزان معاملات شاپرک هست ببینید با توجه به اینکه در چند سال گذشته اسکناس و مسکوک در دست مردم کمتر هست و کمتر مبادله میشه مردم به, به خرید و فروش از طریق سامانه های الکترونیکی روی آوردن و این امر نشون دهنده این هست که این عدد اگر بالا و پایین بشه ماه به ماه نشان دهنده افزایش تقاضا یا رونق در اقتصاد ایران هست مطابق آخرین آمارها در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته با اینکه وضعیت کرونا اندکی بهبود پیدا کرده بود 11 درصد شاه میزان حجم معاملات شاپرک پایین تر اومده و این نشان دهنده این هست که اقتصاد کشور بسیار در رکود هست یعنی کماکان وضعیت دلار رو به بالا پیش بینی میشه توصیه من برای خرید اسعار خارجی برقرار هست با حفظ رعایت حفظ امنیت که خدمت شما ارز کنم مشکلی براتون پیش نیاد در خصوص بحث دلار مبحث مهم به بسیار زیادی که هست عملا تقریبا دلار 4200 تومانی در بسیاری از کالاها هست شده برای 100 قلم از اقلام دارویی هم عملا هست شده این اداره غذا و دارو خودش صد قلم به صورت خودسرانه اومده هست کرده هرچند سیاست های وزارت بهداشت این نیست و این امر باعث افزایش قیمت دارو بین چهار تا شش برابر حداقل خواهد شد یعنی ما گران شدن کالاها و خدمات رو به واسطه مباحث حذف ارز ترجیحی خواهیم داشت و این امر اتفاق میافته کماکان پیش بینی من بر این هست که تا امروز که با شما صحبت می کنم دلار به عدد 34 هزار تومان تا شب عید خواهد رسید و دوستانی که اگر دلار و یورو و دیگر اسعار خارجی رو دارند از فروش اون خودداری بکنند و در این خصوص با احتیاط عمل بکنند و اگر کسانی توانایی این رو دارند که از ارز رو خریداری بکنند و نگهداری بکنند حتما این امر رو داشته باشند این امر بسیار بسیار مهم هست و فراموش هم نکنیم که شکاف ارز نیمایی با آزاد یه چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان رانت رو در اقتصاد ایران خدمت شما عرض بکنم تولید میکنه که این عدد کماکان برقرار هست و کسانی که از ارز نیمایی استفاده میکنند و ما و تفاوتش رو با ارز دلار ازش استفاده میکنند این رانت کماکان برقرار هست و دولت در این خصوص هیچ فکری رو نکرده در خصوص بحث طلا بحث بسیار بسیار مهمی مطرح شد در خصوص اینکه این مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی رو قرار است از 14 همه دی ماه عملیاتی بکنند این امر باعث تلاطمی در بازار خواهد شد و خدمت شما عرض بکنم که خرید و فروش طلا رو در بازار کنترل میکنه هدف اصلی دولت در این خصوص دو مطلب هست مطلب اول این استش که میخواهند های مردم فریز بشه و سخت بشه و به حداقل به سمت بازار طلا نره و این امر آرام آرام ما به این سمت میبریم که بازار طلا رو هم آرام آرام و یواش یواش میخواهند مثل بازار عرض حالت امنیتی بکنند چون اتوماتیکوار اتفاق میفته. حالتی را تصور بکنید که ما با یک بازار سیاهی سر و کار خواهیم داشت که در اون سکه و در اون طلا فارغ از سیستم اداره مالیات خرید و فروش خواهد شد و قطعا در اون تقلب خواهیم داشت قطعا در این خصوص پلیس ورود خواهد کرد و قطعا بگیر رو ببند خواهیم داشت یعنی این امر هم در ساختار اقتصاد ایران دیده میشه شاید سکه هایی که الان مشمول مالیات بر ارزش افزوده هست رو بخواهید خرید و فروش بکنید دچار مشکل خواهید شد و یک بازار موازی و پنهانی در بخش خاکستری تسیاه، اتفاق خواهد افتاد که این امر هم دیده میشه حال باید ببینیم که نباید خیلی بدبین باشیم باید ببینیم که این دستورالعملهای اجرایی که برای منتقل کردن مالیات بر ارزش افزوده بر روی خریداران هست به چه نحوی خواهد بود و هدف دیگه دولت هم بر این هست که امسال افزایش مالیاتی داشته باشه دولت تا بتونه کسر بودجه خودش رو پوشش بده روی این بخش هم دولت حساب کرده در خصوص بخش مسکن اتفاقی که الان داره میفته اتفاقی که داره میفته این هستش که آرام آرام در بخش های از کشور ما میبینیم که تعداد پروانه های ساختمانی در کشور افزایش پیدا کرده هرچند در, تهران کاهش پیدا کرده این امر نشون دهنده این هست که در این قسمت بازار داره یک تحرکاتی رو میبینه این رو اگر در کنار بحث بسیار بسیار مهمی که در خصوص فروش اموال دولت اموال مازاد و خانه های مازاد و خدمت شما عرض بکنم املاک مازاد دولت بگذاریم که دولت قرار هستش که از 20 آذر ماه یک شتابی به این قضیه بدهد این امر هم نشوند این هست که برای اینکه دولت بتواند کسری بودجه خودش رو پوشش بدهد در اون امر مجبور هست که یک رونقی رو ایجاد بکنه هرچند مصنوعی مثل بحث دلار یا مثل بحث بورس این رو ما کماکان خواهیم داشت و در این خصوص کسانی که تمایل به خرید مسکن دارند و به خصوص مسکن سطح اول خودشون خدمت شما عرض بکنم که سریعا اقدام بکنن چون شاهد افزایش قیمت ما خواهیم بود البته در خصوص بحث مسکن نشانه های بیشتری در خصوص افزایش قیمت مسکن هست قیمت سیمان افزایش پیدا کرده به دلیل مباحث برق و گاز قیمت فولاد هم افزایش پیدا خواهد کرد باز هم به دلیل مباحث برق و گاز اما قیمت آلومینیوم حداقل میتونیم بگیم که افزایش قیمتش کمتر خواهد بود به خاطر اینکه قطع برق در صنعت آلمینیوم عملا امکان پذیر نیست و قطع برق باعث خاموش شدن کوره های تولید آلمینیوم میشه که مجدد راه اندازیشون بسیار بسیار سخت هست و خسارت بار هست در این امر خواهیم داشت در خصوص بخش ساختمان باز هم نهادهای تولیدی که استفاده میشه برای نهادهای ساختمان یعنی بحث رنگ رزین و پلی هم کماکان این بخش در اقتصاد ایران دچار مشکل هست و پیش بینی میشه که چند ده کارخونه طی ماهای آتی به ورشکستگی برسند یا تولید خودشون رو متوقف بکنند یعنی در خصوص نهادهای تولید ساختمان این مشکل رو هم ما داریم نکته بسیار مهمی که در خصوص این ثبت نام طرح مسکن ملی یا بحثایی که در این خصوص میشه همیهنان توجه داشته باشند شما اگر بخواهید یک خونه ای رو که الان دولت قول داده که تا چند سال آینده به شما اگر پول بریزید به شما بفروشد به عنوان مثال یک خونه ای که در شهر پرند هست بین 290 میلیون تا 400 میلیون هست یا آپارتمان دو خوابه 80 متری بسیار ساده مطابق آخرین بررسی هایی که انجام شده دولت 450 میلیون تومن وام میده 450 میلیون تومن هم شما میذارید این خونه تا زمانی که به دست شما برسه و خدمت شما عرض بکنم که بخواهید قسطاشو بدید یه چیزی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومن آب میخوره یعنی خونه ای که الان وجود داره و حد اکثر 400 میلیون قیمتشه دولت میخواد با قیمت یک میلیارد و 600 میلیون تومن برای شما هزینه سازی بکنه این امر باعث بروز التهابا و هیجاناتی شده در بازار مسکن و بسیاری از کسانی که با عدد و, سر و محاسبه سر و کار دارند متوجه این خطای فاحش دولت یا این کلاهبرداری فاحش دولت میشن در این خصوص هم به دقت دقت بکنید در خصوص بحث بورس اتفاقی که الان داره میفته بازار بورس عملا به دو تیکه تقسیم شده یعنی بخش سهام و بخش اوراقش بخش داخلیش یعنی عملا اینکه دولت بخواهد اوراق بفروشد و این فروش اوراق در خصوص این امر از طریق بورس باعث هدر رفتن یا انتقال سرمایه ها به بخش اوراق میشه و بخش دیگری از بازار سهام دچار رکود میشه الان در میان خود بورس و در میان بورس و بانک مرکزی الان به شدت بحث داغی در جریان هست که به واقع باید چه بکنیم با مجلس هم ورود کرده در نتیجه بورس کماکان این وضعیت رو به بالا و پایین خودش رو کماکان خواهد داشت اما اتفاقات مثبتی در این خصوص دیده میشه و برخی سهام ها هست که میتونیم روش به نوعی سرمایه گذاری بکنیم و ببینیم من چندین سهم هست که اتفاقات مثبتی توش پیش بینی میشه رو برای توصیه به دوستان دارم که اگر میخواهند رو این سهم تحقیق بکنند یا حداقل پورتفوی خودشون رو سبد سهام خودشون رو جابجا جا بکنند سهم خودرو سهم کزوغال سهم شفا دی و گردش و پسهند هست این 4 5 تا سهم حداقل اخباری که در بازار براش مبادله میشه اخبار مثبتی هست و ما این رو میبینیم در خصوص بحث خودرو کماکان رفت و برگشت سیاست های دولت در خصوص خودرو هستش باید ببینیم تا ماه آینده میخواهیم ببینیم که چه اتفاقی میانه دولت و صاحبان خودرو صاحبان بزرگ خودرو سازان بزرگ اتفاق خواهد افتاد و این امر رو ما هم خواهیم داشت این امر کماکان در ساختار اقتصاد ایران وجود داره در خصوص بحث کریپتوکورنسی خدمت شما عرض بکنم برخی صرافی هایی که احراز هویت ایرانی می کردند این امر رو متوقف کردند و سهام بای... شرکت بایننس که صرافی بایننس که بسیاری از ایرانیان باهاش کار می کردند در این امر به ایرانی ها عملا اختار داده که عملا پول هاتون رو و رمز ارز هاتون رو خارج بکنید و به صرافی های دیگه مراجعه بکنید این خبر رو هم ما داریم و یکی از توصیه های من کماکان بر این هستش که اگر دوست داشته باشید که روی بحث های رمز ارز فعال بشوید کماکان مطمئنترین حالت هست از سیاست های جهانی پیروی می کنید هر چند در هفته گذشته یک کاهش ده هزار دلاری رو در بیت کوین داشتیم اما در هر صورت در این قسمت با توجه به فعالیت بسیار زیادی که خود دولت نهادهای وابسته به دولت بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص رمز ارز دارد یکی از بحث های بسیار داغی هست که در ایران داره رعایت میشه سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادید شاد و پیروز باشید باز هم اگر هر سوالی که داشتید از طریق شبکه های اجتماعی از طریق میهن تیوی به ما اطلاع بدهید و حتما به سوالات شما من پاسخ خواهم داد و امیدوار هستم که بحث امروز مفید و موثر بوده باشه شاد و پیروز باشید